امروز من یک فرصت دشواری رو پیش رو دارم. نخست این است که بعد از 45 سال یک بار دیگر باید در برابر استادم آزمایش پس بدم، امتحان پس بدم، برای اینکه خب خیلی سخته. حالا شما تعجب نکنید، الان من و مهمان برنامه از نظر سنی خیلی به هم نزدیک هستیم، به این ترتیب نه این گفتار من که من روزگاری دانشجوی ایشون بودم سن ایشون رو بالا میبره و نه با سن من کاری کاره. 45 سال پیش فکر میکنم یا 44 سال پیش هنگامی که در دانشکده حقوق دو تا درس سه واحدی داشتم به اسم سیاست در کشورهای خاوری باختری و سیاست در کشورهای خاوری، یعنی در اردوگاه سوسیالیسم و کشورهای غرب، اینجوری راحت تر بهتون بگم، استاد ما آقای دکتر عباس میلانی بودن که امروز این افتخار رو دارم که بار دیگر به ایشان امتحان پس بدم. آقای دکتر درود بر شما. به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور که هستن، خیلی شما به من لطف دارید، شما امتحانتون رو هم اون وقت دادید و هم در این 40 سال، و بنده خیلی خیلی خوشحالم از دوستی شما و از کارهای بسیار جالبی که در عرصه مطبوعات کردید و میکنید و امیدوارم همیشه چنین باشه. سپاسگزارم. چون همراه با آقای دکتر میلانی هستیم، من یک پاسخ به بینندگانی که این رو از ما میپرسند بدم. هنگامی که دوست مشترک ما زنده یاد آقای مهری برنامه در امتداد هفته با آقای دکتر میلانی رو داشتن و پیش از اون برنامه هم سالها در رادیو صدای ایران با ایشون گفتگوهاشون رو پی میگرفتن، یعنی روندی در کارهای آقای حسین مهری با آقای دکتر میلانی بود که به چند دلیل نمیتواند کسی آن را تکرار کند. نخستی که این شیوه کار ایشون ویژه خودش بود، یعنی این رو در گذر زمان به دست آورده بود که چگونه گفتگو بکنه و با چه کسی گفتگو کنه و با هر کسی گفتگو میکنه چگونه موضوع رو بپردازه. این در مورد خود آقای مهری است و به این ترتیب درست است که بسیاری از آدم‌ها جایگزین ندارن، آقای مهری هم همینطور، منتها جایگزین نداشتن ایشون چند وجهی است. یکی این است که خب دیگر حسین مهری که روند زندگی روزنامه‌نگاری شوشین رو به اینجا رسوند که در از کار روزنامه‌نگاری نوشتاری و بعد در روزنامه‌نگاری گفتاری در رادیو و سپس تصویری و یا دیداری در تلویزیون برنامه داشتن، و به این ترتیب این دشوار است که یک نفر چند وجهی بتواند این کارا رو انجام بده و توانایی داشته باشه. من خودم از دوره دانش آموزی با آقای حسین مهری زنده یاد آشنا شدم در روزنامه آیندگان و فرصت دادن که ما هم یاد بگیریم روزنامه نگاری. برای اینکه برنامه را آغاز کنیم، من علاقمند هستم که پیش از هر موضوعی به این اشاره کنم که برنامه های آقای مهری جایگزین به اون مفهوم نداره. در تلاش هستیم که گفتگوهای با آقای دکتر عباس میلانی رو به شکلی داشته باشیم. حالا باید در پی روند و ساختارش، چه کسی باید اون رو اجرا بکنه، چگونه باید اجرا، تمام اینا زمان میبره. ولی آقای دکتر اگر مایل باشین چند دقیقه از تجربه خودتون با آقای مهری بیان بفرمایید و سپس بریم سر موضوع گفتگوها. همونجایی که گفتید، گفتگوها در واقع حدود 20 سال ادامه داشت و از گفتگوهای رادیویی شروع شد، از زمانی که ایشون به من زنگ زدن و گفتن در مورد کتاب هویدا باید میخوام صحبت بکنم. من خب به ایشون از قبل به نام ایشون و به نوشته های مکتوبشون، ترجمه هاشون، برخی از مقالاتشون آشنایی و ارادت داشتم و پذیرفتم و قرار شد که یک روز صحبت بکنیم. و واقعا از اون یک روز آخر جلسه گفت این صحبت که هنوز ادامه داره هفته دیگه و 20 سال تقریبا، مگر زمانی که ایشون متاسفانه مدتی بیمار بود یا بی برنامه بود بین رادیو و تلویزیون یا من مثلا در سفر بودم، ادامه داشت و به یک بخش عزیز زندگی من بدل شده بود. برای اینکه واقعا یک ارادت عمیقی به آقای
مهری به لحاظ شخصیتش، به لحاظ علو طبعش، به لحاظ اطلاعاتش، به لحاظ فروتنیش، ذکاوتش، شجاعتش، واقعا به نظر من بعضی از مهمترین مصاحبه های بعد از انقلاب رو او کرده و یک سنتی ایجاد کرد و من خیلی افتخار میکردم که دوستش باشم و بودم و این مدت ادامه پیدا کرد و فقدانش همونطوری که شما گفتید واقعا عظیمه و برای من یک کمی هم غم‌انگیزه که رغم این که چه جایگاه عظیمی این مرد داشت، مطبوعات و رسانه ها به گمان من به غیر از شاید تلویزیون شما و به غیر از اشارات کوتاهی در بی بی سی قدرش رو و ارجش رو اونچنان که باید و شاید بزرگ نداشتن. آدم های بسیار از لحاظ طول خدمت کم خادمتری از مهری در گذشتن و دیدیم و میبینیم که مطبوعات به لحاظ این که او اون شخصی که در گذشته طرفدار حزبشون بوده یا طرفدار اندیشهشون بوده چه ها کردن و میبینیم که برای مهری که اون وسط وایساده بود و با اینکه با بختیار نزدیک بود ولی خادم به عنوان روزنامه‌نگار خادم هیچ اندیشه نبود و یه مقداری این بیمهری واقعا غم‌انگیزه برای من و خیلی خوشحالم که شما چون میدونم که چقدر باش نزدیک بودی، میدونم چقدر بهش علاقه داشتید، چقدر هواشو داشتید و اون هم چقدر به شما واقعا علاقه داشت. برای من خیلی مغتنمه که اولین باری که در تلویزیون اندیشه بعد از فوت حضور دارم با شماست. سپاسگزارم بر روی یاد ایشون گرامی باد. جامعه نمیخواستم از واژه بیرحم استفاده کنم ولی ایزه بدیم بگم کمرحم، جامعه کمرحم ایرانی ببیشه چه در درون مرز چه برون مرز، این مشکل فرهنگی است که ما داریم. دوستانی که خیلی فکر میکنن فرهنگ ایران دوچار بسیاری از کاستی هاست و بسیاری از مشکلات و این رو در جهان امروز در قرن 21 به راحتی میتوان نکته به نکته یافت و نشان داد. اون چیزی رو که همه خیلی علاقه مند هستن بهش افتخار بکنن تاریخ تمدن و گذشته ماست. بسیاری از دوستان تمدن گذشته رو با فرهنگ ایرانی که امروز در باش زندگی میکنیم و همینطوری یک رشته هست اشتباه میگن. بگذاریم ایزه بدین این بحث رو ببندیم. خب برای آغاز گفتگو روز جمعه سالگشت درگذشت آخرین پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی بود. به این ترتیب اجازه بدین که این بخش رو با کتاب آقای دکتر میلانی که به دو زبان فارسی و انگلیسی داریم، نگاهی به شاه، این نسخه فارسیش است، تصویر نسخه انگلیسی شو هم دوستان نشان خواهند داد، با این آغاز کنیم که واقعا چرا انقلاب 57 شد و شاه رو اگه بخوایم آقای دکتر از دیدگاه شما ارزیابی بکنیم که به کجا میرسیم، یعنی دوران 37 ساله حکومت محمد رضا شاه رو اگه بخوایم خلاصه بگیم که در چه چیزی برآمدن و فرو رفت و پایین آمدنش موجود داشته، به باور من به کتاب شما باید نگاه کرد. ضمن اینکه این کتاب 595 صفحه است، به دوستان بگم زبان فارسیش 550 صفحه خود کتاب هست و 45 صفحه دیگر راهنماها، این به قول این فرنگی ها ایندکس، نامنامه ها، مطالبی که مرجع بوده و یا به اونها باید اشاره کرد و از اونها برداشت و یا اشاره وجود داره داره و این غنی میکنه یک کتاب رو. وقتی 45 صفحه شما متوجه میشین که این کتابی که 550 صفحه است انشا نیست، چون بر اساس نوشته هایی هست که شما در این بخش 45 صفحه بهش اشاره میکنید. آقای دکتر شما خودتون به جای اینکه پیشگفتار داشته باشین یک پیگفتار دارین. من پیگفتار شما رو یه خطش رو میخونم شما دیگه نظرتون. آقای دکتر میلانی میگن که چرا شاه در سال 1979 سقوط کرد؟ چرا کشوری که در کار گذار به راستی تند آهنگ به سوی نوسازی و تجدد بود و کشوری که در برخی از سالهای دهه 70
تولید ناخالص ملیش 20% رشد می‌کرد به فکر انقلاب افتاد. بفرمایید، در خدمت شما هستم آقای دکتر. نظرتون رو در مورد 37 سال دست کم پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی که روز جمعه سالگشت درگذشتش بود. تو مقدمتاً این رو عرض کنم برای دوستان که در داخل ایران هستن و برنامه شما رو میبینن، این کتاب به طور رایگان در اینترنت قابل دسترسی است و قابل دانلود و بدون اغراق میتونم بگم، چون ارقامش رو داریم، چند صد هزار نفر این کتاب رو در داخل ایران دیدن، دانلود کردن. یعنی به رغم تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی که این کتاب رو حس بکنن، البته خودشون کتاب رو چاپ کردن و میفروشن به طور غیرقانونی زیرزمینی و واضحه که فقط برادران میتونن در این سطح یک کتاب 700 صفحه تقریبا رو چاپ و توزیع بکنن، ولی خوشبختانه به دست مردم رسیده. مفهوم کنم همونطوری که شما هم اشاره کردید، دوران شاه واقعا بدون شک در کنار دوران رضا شاه یکی از پربارترین از لحاظ رشد اقتصادی، رشد فرهنگی، رشد روبنایی برای تاریخ معاصر ایران. اگه تاریخ معاصر ایران 400 سال اخیر بگیرید، من بعید میدونم دورانی باشه که این همه مملکت رشد کرده باشه، به خصوص به لحاظ اینکه وقتی محمد رضا شاه قدرت رو در دست میگیره، اقتصاد ایران، جامعه ایران یه جامعه است که در عرف اندیشه سیاسی بهش فیل استیت میگن، یعنی جامعه مثلا سومالی، نزدیک به سومالی الانه، جامعه است که دولت مرکزی درش عملا قدرتی نداره، جامعه است که از 1900 تا 1918 حداقل 25% جمعیتش به وبا، آنفلوانزای اسپانیایی، قحطی و جنگ از دست رفته. برخی ارقام رو تو 40% میذارن. این شما میخواید ببینید چه خبر بوده در ایران، جامعه امروز آمریکا رو فکر کنید، جمعیت نزدیک 400 میلیونش رو فکر کنید، فکر کنید در 18 سال آینده 100 میلیون در آمریکا کشته بشن. فاجعه است. در ایران هم فاجعه است. جان هر ایرانی به اندازه هر آمریکایی ارزش داره. مملکت زیر یوغ استعمار بود، انگلستان بود، روسا یه مقداری در ایران دخالت میکردن قبلش، بعد از انقلاب هم دخالت میکردن. این یه دوران عجیب شکوفایی اقتصادی بوده و شکوفایی فرهنگی بوده و استبداد سیاسی بوده، یعنی هم در دوران رضا شاه و هم در بخش مهمی از دوران محمد رضا شاه، آزادی ها اونچنان که در قانون اساسی ایران ملحوظ شده بود در اختیار مردم نبود، ولی این آزادی های سیاسی در دست مردم نبود، آزادی های فرهنگی به شکل وسیعی بود. زنان در یک آزادی بی سابقه برخوردار بودن، جوان ها در یک سطح بی سابقه وارد دانشگاه شده بودن، جهان رو میشناختن، یه طبقه متوسطی ایجاد شده بود، آزادی مذهبی بدون شک در تاریخ این 400 سال ایران قابل مقایسه با هیچ دورانی قبل و بعدش نیست. اقلیت‌های مذهبی، یهودی‌ها، مسیحی‌ها، آسوری‌ها، ارمنی‌ها و بهایی‌ها، آزادی‌هایی که ازش برخوردار بودن، آزادی‌های نسبی، هنوز 1001 فشار علیهشون بود، ولی نه قبلش نه بعدش بی سابقه بود. ولی بعد از اینکه همه این تعریف ها رو کردم، باید اینم بگم دیگه، اگر با تاریخ بهش نگاه بکنید، از دل اون پدیده این پدیده خوف‌انگیزی در اومده که الان 38 سال مثل بختک بر جامعه ایران افتاده و ایران امروز رو به یک بحران تاریخی رو مواجه کرد. به گمان من این خطری که ایران الان در آستانش هست، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ آب، از لحاظ کشاورزی، از لحاظ فساد اخلاقی، تعداد مبتادین، تعداد مهاجرین به خارج، فرار مغزا، در تاریخ ایران بی سابقه است. الان در نتیجه این واقعا ملعنتی که این رژیم آورده، 10% ایران در خارج ایران، یعنی
از دل اون پدیده این پدیده زاده شده. دلایلش هم یک کمی روشنه به نظر من، مسئولیتاش هم روشنه. مسئولیتاش به عهده هم روشن فکراست، هم احزاب سیاسی است، هم خارجی هاست و هم خود رژیم شاهه. یه سری محدودیت ها رو بر این نیروهای مختلف بست و در مقابلش امکاناتی برای نیروهای مذهبی ایجاد کرد، نه برای خمینی و امثال نواب صفوی، ولی برای بدنه اسلام امکاناتی ایجاد کرد که مثلا باور نکردنی است. امروز که برمیگردیم ارقام رو نگاه میکنیم، تعداد طلبه هایی رو که نگاه میکنیم بین 1970 تا 1975، تکیه ها، حوزه های علمیه، مساجد، ارقامش الان هست. بعضی هاشو من در کتاب آوردم، بعضی دیگه‌ش هم تازگی‌ها پیدا کردم. شگفت‌انگیزه. برای اینکه شاه فکر میکرد بدنه اسلام با دشمن اصلی که برای رژیم خودش قائل بود، یعنی چپ و نیروهای ملی، معارضن. شاه اسلام رو متحد خودش میدونست و اجازه رشد بهشون داد. و وقتی که رژیم به بحران رفت، خب اونا اومدن و قصف کردن یک حرکت دموکراتیک رو و از دلش یک استبداد مذهبی ایجاد کردن. سپاسگزارم آقای دکتر. اگر اجازه بدیم برویم به هفته گذشته. و هفته گذشته بعد از اینکه در شهر هیاهوی بسیار بود، خیلی ها میخواستن کسی دیگه خبردار نشه و او یکی میگو اینو دعوت کرده، اینو دعوت نکردن. شما مقاله بسیار جالبی رو پیش از این که آقای پومپو با ایرانیا دیدار بکنه منتشر کردیم و ببیشه به همین نکته اشاره کردیم. شماری دعوت شدن، شماری دعوت نشدن. و بعد در مورد این که اصلا روند این گفتگوها چیست و خیلی ها به کجا دارن میرن، چه چیزی نگاه میکنن، اشاره کردیم که الان بهش میشه نگاه کرد. ولی من خودم به عنوان خبرنگار رفتم در اونجا و به عنوان خبرنگار رفتم، تاکید میکنم به عنوان خبرنگار. کار من کار خبرنگاری است. تقاضا میکنم از وزارت خارجه آمریکا، تقاضام رو به وزارت خارجه آمریکا فرستادم که من میخوام در این مراسم باشم به عنوان خبرنگار. اونها به کتابخانه ریگان گفتن که شما چون مسئول برگزاری اونجا هستین به ایشون کارت خبرنگاری بدین. رفتم جلوی در، کارت خبرنگاری گرفت، برای من بود، فرقی هم نمیکرد. کارت خبرنگاری که به من میدن با کارت خبرنگاری که به بی بی سی میدن هم فرقی نمیکنه، همه در یک جا هستیم. منتها امکانات فرق میکنه. اونا با 16,000 تا دوربین میان و 7 نفر کارمند و 1,000 تا چیز. خب منم تنها میرم ارتش یک نفره ببینم که چه میگذره. پرسش من از شما این است که آقای دکتر، در دیدار با پومپئو، گذشته از این که چگونه برگزار شد، چه کسی حضور داشت، چه کسی حضور نداشت، انتظار ایرانی‌ها از این دیدار از چی بوده؟ چون به باور من در پایان برنامه شماری از ایرانی ها دوست ندارم بگم با لب و لوچه آویزون یا سگرمه های پایین، ولی ناخشنود آمدن بیرون برای اینکه به خودشون این وعده رو داده بودن که چیز دیگری خواهد بود. در خدمت شما هستم آقای دکتر در مورد دیدار آقای پومپئو با ایرانی ها. من فکر میکنم ایرانی ها چیز واحدی نداشتن، یعنی انتظار واحدی نداشتن. ایرانی ها متاسفانه یا خوشبختانه یک نیروی واحد نیستن، یک صدای واحد ندارن، الان هم به خصوص یک انتظار واحد ندارن. از بعضی ها همطوری که گفتید به این دل بسته بودن که میرن، پومپئو میاد و نوید تغییر فردای رژیم میده. و اونها، خود شما هم یه مقاله در ایران امروز نوشتید که من خوندم و خیلی مقاله جالب بود، توصیفتون از اون نشست. بعضی ها فکر میکردن که در واقع همطوری که شما گفتید کار تمومه و اون میاد و میگه که از بلیط رو برای کیپ چمدون ها رو کی ببندیم، یعنی چمدون ها رو کی ببندیم. بعضی دیگه از ایرانی ها فکر میکردن که گرچه بسیار قدم مثبتی است که رئیس بخشی از سیاست خارجه آمریکا، یعنی به عنوان وزیر امور خارجه
آقای پامپو بخشی از سیاست خارجی آمریکا رو تعیین میکنه، چون الان در دوران ترامپ به طور روزافزونی معلومه که خود او در واقع بیش از هر کسی تعیین کننده است. بعضی دیگه معتقد بودن که گرچه این خیلی مثبته که دولت ترامپ، خود رئیس جمهور و وزیر امور خارجه به طور جدی در مقابل رژیم جمهوری اسلامی وایساده، ولی باید بپذیرن که آینده ایران رو ایرانی ها تعیین میکنن. و ایرانی ها فقط اونهایی نبودن که در اون جلسه بودن، ایرانی ها یه طیف وسیع هستن، هم در آمریکا و هم در خارج از آمریکا در مهاجرت. و این گمان که آمریکا میتونه یا میباید جانشین بعدی رو برای رژیم تعیین بکنه، چه این جانشین مجاهدین باشن، چه سلطنت باشن، چه سکولارها باشن، هر گمانی که آمریکا داره که میتونه از واشنگتن برای ایران تعیین تکلیف بکنه، به گمان من گمان باطلیه. آینده ایران رو ایرانی ها باید تعیین کنن. اکثریت 90% ایرانی ها در داخل ایران هستن. همونقدر غلطه که فکر کنیم این 10% اونچنان که مثلا خامنه ای ها میگن سهمی در تعیین آینده ایران ندارن، این هم غلطه که فکر کنیم این 10% میتونن آینده ایران رو تعیین بکنن یا آمریکا میتونه تعیین بکنه. آمریکا نه میتونه نه باید تعیین بکنه. آینده ایران و ایرانیا باید تعیین بکنن. و هر کسی فکر میکنه که با کمک آمریکا میتونه بیاد بر ایران حکومت بکنه، به گمان من گره بر باد میزنه و سرمایه سیاسی خودش رو وامی گذاره. برای اینکه دوباره من فکر میکنم یه اکثریتی در ایران، اکثریت عظیمی مخالف این رژیم هستن. اکثریت عظیمی متوجه شدن که این رژیم مملکت رو به آستانه نابودی کشیده. یه اکثریتی متوجه هستن که خامنه‌ای ها حاضرن ایران رو سوریه هم بکنن. خامنه‌ای ها مثل شاه نیستن که وقتی فکر کرد بحران هست، وقتی فکر کرد مردم نمیخوانش، به حالت قهر از ایران رفت. حاضر نشد ایران رو داغون بکنه، نابود بکنه، برای اینکه سعی کنه سلطنت خودش رو حفظ کنه. این رژیم، آقای خامنه ای و اطرافیانش نشون دادن، به صراحت گفتن که ما داغون میکنیم مملکت رو قبل از اینکه واگذارش بکنیم. تو این شرایط دولت آمریکا فقط با هارت و هورت نمیتونه کمک به مردم ایران بکنه که اون تغییر رو ایجاد بکنه. درست آقای دکتر. من فقط اشاره کنم، نمیخواستم به مقاله خودم اشاره کنم ولی چون آقای دکتر اشاره کردن من بگم که من پس از اون شب وقتی آمدم به منزل خب خسته بودم، ولی خستگی من بیشتر از دیدن شرایطی بود که اونجا میدیدم و این رو در یک گزارش کوتاه نوشتم، کمی هم طنز داخل این گزارش، به اسم فتوشاپ سیاسی، دیدار آقای پامپئو، آینده ایران و فتوشاپ سیاسی در ایران امروز میتونیم پیدا بکنیم. به باور من این روندی که از ماه می بعد از برجام، بیرون رفتن آمریکا از برجام آغاز شد، خب چند نشست برگزار شده، یک نشست جدایی طلبان و قومی ها، اونایی که میخوان اقوام مختلف برای خودشون استقلال داشته باشن، جدا باشن یا هر چی باشن در واشنگتن. پس از اون شماری از جوانانی که به نوع نگاهی که در نوشتهشون هست، در تارنماشون، نمیدونن که جمهوری خواهن، نمیدونن سلطنت طلبن، حتی اگر سلطنت طلب هم باشن پادشاهی جدید میخوان، یه پادشاهی جدید دارن برای خودشون درست میکنن، قانون اساسی هم نوشتن. اینا هم به یک سو، گروه سوم رو که آقای جولیانی علاقه‌مندی، آقای بولتون بیشتر دوستشون داره، سازمان مجاهدین بودن که نشست سالانه‌شون رو در فرانسه برگزار کرده. این نشست چهارم پرده چهارم یک نمایش بود. من تصورم این بود، در مقاله هم نوشتم، نمیخوام وقت رو بگیرم، که دولت ترامپ داره فکر کنم یه فتوشاپ بکنه. دیدین آدما میرن با سوفیا لورن عکس خودشونو میچسبونن و عکس سوفیا لورن یه دونه عکس مینویسه یادگاری درست کرد. اینا هم فتوشاپ سیاسی نمیشه کرد، فتوشاپ آلبومی میشه درست کرد، ولی نمیشه فتوشاپ کرد که اینو اینجا بذاریم، اونو اونجا بذاریم. بگذاریم آقای دکتر، مسئله ای که در اونجا منو بسیار آزرد و میخوام مثلا از قضیه ترامپ، قضیه اون پامپئو بگذرم، حضور ایرانی ها موقعی که یک خانم اعتراض کرد، خانومی در اونجا اعتراض کرد به سیاست های دولت آقای ترامپ،
و وقتی او اعتراض کرد اینقدر فاصله زیاد بود، به باور من این بود که شاید ایرانیه. خب به مقدار مثل من قهوه‌ای رنگه، موهای خانوما هم که این روزا همه میتونن رنگ‌های مختلف طلایی داشته باشن، به این ترتیب میتونه. آقای پومپو هم خودش اشتباه کرد، فکر کرد که ایرانیه، گفت اگر در کشور شما اینقدر آزادی باشه که اینجا پا میشی به من اعتراض میکنی خیلی خوبه. به این ترتیب فقط من اشتباه از دور نکردم که ممکن. به هر روی من ناراحتیم در این بود که جامعه‌ای که در اونجا شرکت کرده بود ایرانی، با شعار USA 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 به اون خانم گفت ساکت باش. نمیخوام بگم که گفت خفه شو خفه شو خفه شو، ولی کوشش کرد اونو به سکوت دعوت کنه. جامعه‌ای که علاقمند است که در ایران آزادی بیان باشه، اگر این اتفاق USA USA در دیدار با ترامپ پیش میاد، در کمپین پیش میاد، دو تا مسابقه سیاسی انتخاباتی بین دو تا سازمان و حزب و این حرفاست. ولی در جایی که آمدن میگن که ما میخوام برای ایران چه فکر بکنیم، شما به اونا مردم به اونا نوید میدن که ما سکوت میخوایم، کسی حق اعتراض نداره. USA USA USA. بگذاریم آقای دکتر، من درد دل کردم چون شما به مقاله اشاره کردید. پس از این ماجرا و در درون این ماجرا آقای دکتر، آقای پومپو در پایان سخنش باز یک انقلاب سخن گفت که وقتش معلوم نیست کیه، چه زمانی هست. گفت our revolution we don't know when it comes and how it comes but we help to come. ما کمک میکنیم. آقای ترامپ از فرداش شروع کرد این سخنرانی که با آقای روحانی رد و بدل کردن های حرف های فوشامیز و بد و این چیزها، اونا هم همونطور از اون ور گفتن ما چنین میکنیم و چنان میکنیم. دو روز بعد از این ماجرا میبینیم وال استریت جورنال میگه که در کاخ سفید یکی از نشست‌های بزرگ استراتژیک تعیین میشه، آقای بولتون جلسه میذاره در روز پنجشنبه و در مورد ایران تصمیم میگیرن. چه تصمیمی دارن در مورد مسئله ایران میگیرن که وزیر خارجه میاد از انقلاب صحبت میکنه و احتمال گفتگو، اگر اخلاقش رو مثل رئیس کره شمالی خوب کنه گفتگو خواهیم کرد. آقای بولتون یه جور دیگه فکر میکنه، ولی در مجموع به این سو میرن که بیشتر مسیر گفتگو داره پیش میاد. حتی آقای ماتیس هم میگه جنگی در کار نیست، تغییر رژیمی هم در کار نیست، اگر ایران به اخلاقی که ما میخواییم، به رفتاری که ما میخواییم عمل کنه، یعنی در از کشور همسایه مزاحمت شو بکشه بیرون. دیدگاه شما رو میخواستم بدونم. در این وال استریت جورنال این مقاله رو چاپ کرد، این چیزی که من دارم اشاره میکنم دوستان میتونن صفحه وال استریت جورنال رو ببینن، اینجا هم دوستان ما نشون خواهند داد صفحه وال استریت جورنال رو که بدونن که این چاپ، این اتفاق افتاده در آمریکا و چاپ شده. بله آیدو که بفهمید، در خدمت شما هستم. ببینید دوباره من فکر میکنم که همونطور که شما در واقع به تلویح اشاره میکنید، سیاست دولت ترامپ حداقل تا اونجایی که من میفهمم در مورد ایران از یک منظری روشن نیست. یعنی همونطور که گفتید ماتیس و ارتشیها به کرات نشون دادن و گفتن که فکر میکنن راه حل این قضیه جنگه. برای اینکه اگر شما دوباره به گفته های خود آقای ترامپ نگاه بکنید به عنوان مهمترین آدم سیاست خارجی فعلی این دوران، برای اینکه رئیس جمهور به هر حال همیشه هست، آقای ترامپ حتی بیشتر هست، برای اینکه خیلی به مشاورینش وقعی نمیگذاره، او بارها و بارها گفته که تمام تلاشش اینه که از خاورمیانه خارج بشه. شما اگر این طرح استراتژیکی که کاخ خود کاخ سفید نوشته و گفته خطرات آینده آمریکا چیه مطالعه بکنید، این قابل دسترسی است. ایران و مواجهه با ایران نه تنها توش نیست، بلکه خروج از خاورمیانه توشه. من خاطر دولتی که تمام تلاشش رو داره میکنه که از سوریه بره، از افغانستان بره، از عراق بره، نفوذش رو کمتر بکنه، طبعا مایل به این که با ایران وارد جنگ بشه نیست. آیا اینکه تلاش داره میکنه به قول خود آقای ترامپ یک ناتوی در خاورمیانه به سرکردگی عربستان مثلا با کمک اسرائیل با کمک آمریکا علیه ایران درست میکنه؟ من فکر کنم اون امکانش هست. ولی آیا که اون گروه بخوان برای ایران انقلاب بکنن؟ نه، به نظر من میتونن، نه حق دارن. دوباره سرنوشت ایران رو باید ایرانیان انتخاب بکنن.
من گفتم من فکر می‌کنم این رژیم یک ملعنته برای ایران، یه بختکه. ایران رو به آستانه یک بحران تاریخی، اصلا بلایی که بر سر زمین آوردن، بر سر آب ایران آوردن، بر سر ذخایر نفت ایران آوردن، بلایی که احمدی نژاد در 8 سالش به کمک خامنه‌ای بر سرمون 700 میلیارد آورد، اینا فاجعه های تاریخی هن. ولی آینده ایران رو باید ایران تعیین بکنه، تا دوباره برخلاف این ریاکاری آخوندهایی که میگن هر که با آمریکا مذاکره کرده خائنه، خود اینا بیشتر از هر کسی در دورانی که میخواستن بیان سر کار با آمریکایی‌ها مذاکره کردن. خود آقای خامنه‌ای، آقای خمینی، آقای بهشتی، آقای رفسنجانی، آقای آیت الله تبریزی، اینا اسامیشون هست در مذاکراتی که در مقاطع مختلف کردن با آمریکایی‌ها. اگه یک نفر حق نداشته باشه بگه که شما حق ندارین با آمریکایی‌ها مذاکره بکنید، آخوندهای حاکم بر ایران هستن. برای که به طریق همون مذاکرات اومدن سر کار. آمریکا در ایران به هر حال نقش داره، نمیشه گفت که آمریکا رو ما بگیم هیچ نقشی نداره. من از جز اونا نیستم، ولی میگم آمریکا نمیتونه تعیین بکنه که فردا مثلا مجاهدین یا دموکرات ها سکولارای ایران فردا بگن آقای گوهرزاد جانشین ایرانه. آمریکا غلط میکنه، حق نداره، مردم ایران با تعیین بکنن. به همین خاطر من فکر کنم یه دوران چیزیه. و اونا که فکر میکنن آمریکا سیاستش الان فقط تغییر این رژیمه و آوردن این گروه یا اون گروهه، به گمان من متوجه پیچیدگی های سیاست نیستن و متوجه نیستن که مثلا ما حتی نمیدونیم در دیدار هلسینکی بین آقای پوتین و آقای ترامپ چه گذشت. میدونیم که بحث ایران بوده و به هر حال آقای پوتین در ایران الان آقای خامنه‌ای بهش نسق داده، بهش امکاناتی داده که در تاریخ دوباره 200 سال اخیر تلاش روسیه برای جای پا پیدا کردن در ایران بی سابقه است. یعنی آقای خامنه‌ای رسما داره ایران رو به طرف روسیه متمایل میکنه. در روزنامه کیهان واقعا بی اخلاقی مطلق میگه که کی گفته شرقی و غرب، نه شرقی نه غربی همیشه با چهار ما باشه، الان ما باید نه شرقی رو بزنیم. و اون سخنگوی خامنه ایست. خامنه ای به صراحت گفته که کی گفته ما نباید طرف روسا بریم. یعنی اینا دارن مملکت رو برای اینکه خودشون حفظ بکنن به طرف یک در واقع گرایش روسی میبرن. خب این اگه بشه برای غرب، برای جهان و از همه مهمتر برای ایران یه فاجعه است. دولت ممکنه آقای ترامپ علاقه نداشته باشه که آشکارا در مورد این صحبت بکنه، ولی آقای ماتیس بهتون قول میدم، چون من ماتیس 3 سال اینجا استنفورد بود، 10 بار من باهاش تو جلسه بودم. آقای مکمستر که الان برگشته اینجا در استنفورده، اون و نوع فکر اون که در ارتش، اون ارتش جنرال 3 ستاره است در آمریکا، اونها متوجهن. آقای پامپئو کاملا من میدونم متوجهه. من وقتی که آقای پامپئو نماینده مجلس بود و هیچ کاری بود، 2 بار باش به تفصیل صحبت کردم به دعوت خودش، با اینم که میدونست من نظراتم با نظرات اون در مورد برجام یکی نیست، میخواست بدونه که من حرفم چیه. میدونم اون نگران روسیه هست. یعنی بدنه سیاست خارجی آمریکا الان نگران اینن که روسا اونجا دارن چیکار میکنن، چجوری میشه اون خطر رو چیز کرد. ما به عنوان ایرانی به نظر من باید نگران این باشیم. من یه ایران مستقل میخوام، نه ایرانی که وابسته به روس باشه یا وابسته به چین باشه یا وابسته به آمریکا، به این مفهوم که فکر کنم آمریکا میتونه برای آینده ایران تعیین و تکلیف بکنه. هر سه اینا در آینده ایران نقش دارن، برای که قدرت های بزرگ هستن، ولی هر سه غلط بکنن برای ایران فکر کنن که میتونن جانشین تعیین کنن. جانشین ایران رو ایرانی ها باید تعیین بکنن. و این رژیم محتضره، این رژیم قابل دفاع و قابل دفاع از طرف خودشون و قابل نجات نیست.
برای اینکه راه حلی برای مسائل عظیم امروز ایران نداره. بله درست. آیا که شما بگید نکته اشاره فرمودین که آمریکا شاید علاقمند باشه که در ایران یک پیرامون ایران جا یک ناتوی خاورمیانه ای درست کنه. حالا اگر من میگم که آمریکا یک مثلث درست کرده، در قلب مثلث در مرکزش ایران رو هدف قرار داده، یک سو اسرائیل هست، یک سو عربستان هست و یک سو آمریکا هست، در به عنوان قدرت ها در پیرامون این ایران رو گرفتن. ایران با دخالتش در منطقه و چرا با این مسائلی که بیان میکنه این فرصت رو بیشتر فراهم میکنه؟ یعنی وقتی که آقای روحانی میاد میگه که نفت رو نمیگذارید صادر کنیم، ما نفت رو یه جور دیگه صادر میکنیم، یا تنگه رو، بعد میاد اسلام میگه تنگه هرمز رو نگفتیم، جاهای دیگه هم هست، با فاصله ای که میگه جاهای دیگری هست آقای روحانی میاد اعلام میکنه، میبینیم که حوثی های طرفدار ایران یا ایران طرفدار حوثی اینا در رابطه با هم هستن، میان خب یه کاری میکنن در باب المندب که عربستان اصلا خوشحال آماده این ماجراست. عربستان باب المندب رو برای خروج نفت میبنده. باب المندب هایی که شما بیشتر از من میدونین منطقه رو چگونه کار میکنه. ایران است و کره و کویت که فقط از هرمز نفت میفرستن، عربستان، امارات، قطر، تمام اینها از اون سو میفرستن، از باب المندب. به این ترتیب بستن هرمز نیست. چرا ایران این فرصت رو فراهم میکنه که این ستیز رو ایجاد بکنه؟ یعنی با کاری که با حوثی ها و حمایتی که میکنه و این حلمن مبارز طلبیدنشون، یک کاری میکنن که اگر هم قرار نیست آمریکا به ایران حمله بکنه، حمله بکنه. بله خب ببینید، واقعا دلیلی که مملکت رو الان به این آستانه فاجعه رسوندن برای اینکه آدمای بی بصیرتی که حاضرن هر حرفی بزنن برای اینکه موقعیت خودشون رو حفظ کنن. موقعیت خودشون در میون کی؟ در میون 10% که طرفدارشون هستن، اون حزب اللهیایی که راندخار اینا هستن، و واقعا 10% دیگه طرفدار اینا و 10% کل جامعه ایران هم بیشتر نیستن. اونا هم همه راندخار و ساندیستی هستن، همشون نه، یه اکثریت جامعه ایران با اینا مخالفه و اینا برای اینکه اون 10% نگردن شعارا رو میدن، شعارهای تو خالی، شعارهای و دخالت‌های بی‌روا. آقای قاسم سلیمانی کیه که در سیاست ایران دخالت کنه؟ و حالا سلیمانی تازه فرمانده قدس، اونم بیخود کرده، اون حرفایی که زده دقیقا آباسیاب، میگه قرون وسطاست که میگه شما با من طرفی، شما چی کاره ای که خودتو طرف آمریکا میکنی و حل من مبارز به قول شما میطلبی؟ دقیقا آباسیاب اونایی میریزن تو ایران که میگن سیاست ایران رو همش این سپاهیات چیز میکنن، قدس در همه جا دخالت میکنه، فلان تعداد آدم در اروپا کشته. مگه نکشتن؟ مگه صد و خورده مخالفینش رو در اروپا نکشتن؟ و شمایی که میاد حل من مبارز میطلبید، آقای خامنه‌ای که 2 روز بعد از این که چیز میگه، میگه این قده سرطانیست اسرائیل باید از اینجا حذف بشه، اون عباسی میدونی ایدولوگای واقعا باسمه در پیت مزخرف گوی زخرف باف باف و که تئوریسین ها اینا هستن، وقتی میاد میگه که ما چند هزار آدم آماده به انتحار داریم در همه جا هستیم، خب واضحه که به تو میگن تروریست. بلاش اون وقت ملت ایران میدن. یعنی واقعا به نظر میرسه که میبینید این بیکفایتی و بیبصیرتی که تا به حال یه جوری اینا نگرش داشتن برای اینکه پول نفته بوده، الان کفگیر به تای دیگ خورده و این بی‌بصیرتی الان داره مملکت رو دوباره همونطوری که گفتم به گمان من به یه جای بسیار خطرناکی میرسونه و اینا چیز دیگه بلد نیستن. و آقای خامنه‌ای این شهامت رو نداره که بگه من سر قضیه اتمی مملکت رو به بن‌بست کشوندم، مجبور شدم یه ترکمنچای به قول خود کیهانشون چای امضا کنم، سر قضیه نفت و گاز مملکت رو به بن‌بست کشوندم، سر مسئله اقتصاد احمدی‌نژاد رو به مملکت تحمیل کردم برای یکی از کلیدی ترین 8 سال و از لحاظ رشد جمعیت ایران، رشد اقتصاد ایران و از پردرآمدترین دوران ها 700 میلیارد دلار از 1.4 میلیارد تاریخ ایران، این نصف تقریبا تمام نفت ایران
درآمدش در دوران احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب آقای خامنه ای به ایران سرازیر شده و خود اینا میگن هیچی ازش نمونده. خودشون میگن با آقای گوهرزاد لازم نیست نگاه کنن، با آقای مهری لازم نیست گوش بدن. و این بنبست رو فکر میکنم فقط شما با تحریک و با هلمند مبارز طلبیدن و با هوتی رو علم کردن و با شعار علیه نابودی اسرائیل دادن و شما میبخشه کت خدا نمیبخشه، از فلسطینی ها قبول کردن که اسرائیل به هر حال اونجا باید ادامه یه جوری در یه حالت دو کشور مستقل ادامه پیدا کنه. ایشون هنوز میگه که از رود تا دریا باید چیز باشه، اسرائیل قده سرطانی است. اسرائیل هم میاد اینو به همه طرفدارانش در اروپا میگه. بانکای اروپایی چرا همشون حاضر نیستن الان ده شهید ایران خطر بکنن؟ برای اینکه میبینن این آقایون چی میگن. اینا فهم میکنن اینا ترجمه نمیشه، ترجمه میشه میبرن به اینا نشون میدن، میگن این رژیمش و میخواییم با این رژیم همکاری کنیم. آقای دکتر، چون به قاسم سلیمانی اشاره کردیم، اگر موافق باشین با اینکه وقتمون کم هست یه 30 ثانیه‌ای رو برای مردم میخوام اینو پخش کنم، برای اینکه اصلا از لحن جاهل و لات بودن این آدم نشون میده که دو تا قصد داره از این قضیه. یا میخواد با آمریکا بگه منم اینجا هستم بله، یا اینکه اتفاقا مصرف داخلی داره با آقای روحانی. این طرحی که اینا میگن آقا برین کنار بذارین نظامی ها بیان این رو مطرح کنه، اجازه بدید 30 ثانیه شو بشنویم به بعد بیاین با هم یه جنبندی شما داشته باشین رو کل ماجرای برخورد ایران در منطقه و اون چیزی که خطری که داره تهدیدش بود نگاه میکنیم. ایران نمیخواهد، نیروهای مسلح ایران نمیخواهد، من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ خواهش میکنم بدانید اشهد بالله هیچ شبی برادر خواهش میکنم ما پیش سیلاب شما سر میکنیم، ما زروی نکتان رد میشویم. احسن، هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم خب آقای دکتر، من همین در این چند لحظه جز اینکه ایشون حالا چجوریه، یه نکته است، میگه نیروهای مسلح نمیخواهد، یعنی پس ذهنش هست که نیروهای مسلح درسته که میخواد، یعنی نیروهای مسلح لازم نداریم که با شما روبرو بشیم، من به تنهایی آقایشون و سپاه قدسش میخواد، ولی واقعیتش اینه که از پس ذهنش یه جایی هم هست که خب نیروهای مسلح اصلا نمیخوام با آمریکا درگیر بشن. من از شما خواهشم این است که در موردش، حالا نه ایشون فقط، آقای قاسم سلیمانی و این مدل صحبت کردن، چه آقای روحانی هم همین مدل صحبت میکنه به شکل دیگرش، ایشون هم اومد قضیه دم شیر رو که مطرح کرد و اینجا، آقای خامنه ای هم همینطور صحبت میکنه، شکل ادبیات متفاوت این جمهوری اسلامی است. ولی با این شرایط تهدیدها آیا ایران در پی جنگ است؟ اگر آمریکا رو گفتیم که آمریکا جنرال ماتیس اینگونه میگه، ترامپ نظراتش عوض میشه، وزارت خارجه بخش زیادیش بحثش این است که نمیخواد با ایران جنگ داشته باشه، آیا ایران در پی یک جنگه؟ یعنی ایران برای حل مشکلاتش و یا بحرانهاش رو به کنار زدن نیاز به یک جنگ داره، همونطور که در جنگ با ایران و عراق ادامه دادن و طول دادنش به نوعی حل بحران داخلیش بود؟ در خدمت شما هستیم برای یک جنبندی 3-4 دقیقه ای در خدمت شما. تا اونجایی که میدونم در همین سخنرانی ایشون، من تو توییتر دیدم یا عکس دیدم که دارن صحبت میکنن، برق قطع میشه اونجا، برق جلسه قطع میشه. درسته، این خیلی تمثیل گویایی است. شما که برق جلسه خودتون رو نمیتونین تامین بکنین، چرا هارتورت میکنین؟ فکر میکنین همه دنیا نمیدونن که الان وضع اقتصاد ایران چیه؟ نمیدونن همه شهرها چند ساعت در روز کمبود آب و کمبود برق دارن؟ وضع دلار شما رو نمیدونن؟ از یه طرف این هارتورت ها رو میکنن، اون برای مصرف همونایی است که اونجا نشستن. از یه طرف دیگه آقای ولایتی میره با کت خدا پوتین صحبت میکنه، کت خدا میگه باید مثل این که از سوریه و عراق برید دیگه، میاد میگه که اگه لازم باشه ما از اونجا هم میریم. یعنی پسل پنهون و بعد اندکی در
جنوت میگن که اگه حاضر باشه ما میریم، از یه طرف دیگه میان. ولی کلن هم سوای لحن صحبت آقای سلیمانی، اصلا دخالت اینها در سیاست برخلاف قانون اساسیه، برخلاف عرف دموکراتیک و خطرناکه، برای اینکه اون وقت هر کدومشون هم یه حرف میزنن. اون رضایی یه حرف دیگه زده، یعنی واقعا یکی از پدیده‌های دوباره شگفت‌انگیز این رژیم دیگه. ببینید آقای بروجردی و همکارشون این کتاب درآوردن در مورد نخبگان سیاسی ایران. من آوردم آقای بروجردی رو در برنامه و در مورد کتاب صحبت کردیم. بسیار کتاب غنی است، یه چیز نزدیک 900 صفحه. بله بله بسیار کتاب غنی. میگه 2300 و مثلا 30 نفرن، رقم دقیقش نیست ولی در همین حدوده 2330 تا مردن، تقریبا همشون هم مردن، که الان 38 سال همه مشاغل کلیدی مملکت رو در دست دارن. همین آقای ولایتی نفر اوله، مثل اینکه 17 نفر چیز داره. وقتی شما همه مملکت رو در شرایطی که 60% فارغ التحصیلان دانشگاه زنن دارید سعی میکنید با 2300 تا مرد مثل خود رضایی اداره کنی، حاصل همین میشه. حاصل این واقعا خطری است که ایران رو تهدید میکنه، برای اینکه الان دیگه واقعا فقط مسئله رژیم نیست، مسئله ایران هم هست. و اینها به نظر من میدونن که امکان جنگ ندارن، ولی برای حفظ اون پایگاه داخلی یه سری از این حرفای آقای سلیمانی میزنن. ولی اون چیزی که در پسل پنهون میگن، به اروپایی‌ها میگن، به روسا میگن، یا شاید به آمریکایی‌ها میگن، اون حرف دیگه است. برای اینکه آقای ترامپ گفته که اینا چند بار با ما تماس گرفتن. به هر حال باید دید که چه میگذره. آقای دکتر، از شما سپاسگزاری میکنم که امروز در برنامه حضور پیدا کردین. به زودی بینندگان گرامی در مورد برنامه‌ای که، چون این برنامه برنامه چالش بود، خود به خود روند خودش رو داره، با برنامه‌ای که با آقای دکتر عباس میلانی در تلویزیون خواهد بود، به شما آگاهی بیشتر خواهیم داد که چه زمانی خواهد بود، چه روزی خواهد بود، و دعوت خواهم کرد که بیشتر آماده باشین برای دیدن اون برنامه ها. باز هم تکرار میکنم که به هیچ روی، به هیچ روی، به هیچ روی، هیچ کس نمیخواهد پا در جای پای کفش آقای مهری بذاره، چون جای پای کسی پا گذاشتن خوبه، یعنی ادامه راهش رو دادن، ولی در کفش او کسی پا نخواهد گذاشت، برای اینکه این کفش بسیار گشاد خواهد بود برای بسیاری از همکاران تا امروز که من میشناسم. سپاسگزارم آقای دکتر. شما متشکرم، خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. روزگارتون خوش. خب بینندگان گرامی، من فکر می‌کنم که یک دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. من از خانم غزاله می‌خوام اگر بتونن اون مال آقای سخنی رو که آقای عالی پیام حالو در مورد این دم شیر گفتن رو برای ما از اولش پخش بکنن، و من همراه با دیدن این بخش از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگارتون خوش باشه. نگاه میکنیم به پایان برنامه. دم شیر. شیخ فرمود با دم این شیر نکنه دشمن وطن بازی. هرچه گشتم ندیدم شیری، تا کنم عقل خیش را غازی، که چون این لاف و اللرم کردن نیست وهم و خیال پردازی. شیخ تدبیر تو کجا رفته؟ دیپلماسی کجا و لجبازی؟ شده ای غرق در منم کردن یا اسیر بلند پروازی؟ بیشه بی شیر دیده ای و کنون یکه بر اسب خیش میتازی؟ یک عدد شیر بود بر پرچم سالها پیش دوره مازی، آن هم از دست تو فراری شد تا سر از گردنش نیندازی. شیخ ای کاش حضرت عباسی می نمودی کلاه خود قاضی، شیری آیا به جا گذاشته ای که کسی با دمش کند بازی؟
فکر نانی برای مردم باش، جای نطق و شعار و جفسازی.